عرض کنم که من متولد دیماه 1324 هستم، 1324، و بوکس رو واقعا میتونم بگم که از بچگی شروع کردم، یعنی از زمانی که 9 سالم بود بوکس رو شروع کردم. علتش هم این بود که یک فرد آمریکایی مربوط به اصل 4 بود، اون موقع در خوزستان بودن، ایشون از بوکسرهای قدیمی آمریکا بود، خودشون در اصل 4 کار میکردن، اونجا دستکش بوکس داشتن تو خونه شون، بعد میومدن توی محله به ما رو بچه ها رو جمع میکردن خونه شون، بسکتبال و بوکس بازی میکردیم، هم بعد توپ و بسکتبال داشتن تو خونه شون، هم دستکش بوکس. از اونجا من رفتم بوکس و با مربیگری همین آقایی که خودشون آمریکایی بودن بوکس رو یه مقدار یاد گرفتم و علاقمند مستر فورد. عرض کنم خدمت ما وقتی که از حاج علی اکبر آقا خواهش کردیم که بیان، گفتن نه، خودشون پیشنهاد کردن به من، گفتن که ولی برادرم هم علاقه داره هم یه مدت بوکس بازی کرده. من ازشون خواهش کردم که ایشون رو زیارت بکنم ببینم ایشون، قرار گذاشتن ایشون در یه جلسه ما رو به هم معرفی کردن، منو به حاج احمد معرفی کردن. همونجا البته حاج احمد آقا اول که تشریف آوردن منو نشناختن، اول من نشناختن، بعد که حاج علی معرفی کرد گفت بله بله بله، خیلی صمیمی با هم روزی کردیم و اینا، و ایشون خیلی چیز بودن که منو قبلا دیدن با هم قبلا. من ازشون خواهش کردم که این کار قبول بکنن، گفتن من مشغلم زیاده بود، مجلس هستم و فلان فلان، گفتم شما باشید همه کاراتون من انجام میدم، همه کارا با من، فقط اسم شما باشه بالا سر ما. ایشون به این علت قبول کردن و تشریف آوردن در فدراسیون بوکس. هفته یه بار سر میزدن به فدراسیون میمدن، ولی خب همه کارا رو من انجام میدم اونجا براشون. هیچ کس مقاومت نکرد و بعد همین رو میگم، فکر میکردیم که یه ورزش رو که همه دوست دارن چرا یهو تعطیل شد. این تعطیلی هم فقط اشتباهی بود که به نظر حضرت امام رسونده بودن اون موقع که بوکس یه ورزش خشنی هست که همدیگه رو میزنن فقط، در حالی که نمیزنن که با دستکش 8 اونس و برای مسابقات مهم 8 اونس هست، ولی برای باز تمرین های ما با دستکش 16 اونس تمرین میکنیم. بعد من وقتی رفتیم خدمت ایشون دستکش ها رو بردیم نشون دادیم که با این دستکش ها ما بوکس میکنیم و یه ورزش فنی هست و اصلا نمیشه همه جا رو زد، در کاراته با یه دستکش معمولی همه جا رو میتونن بزنن، حتی از لگد هم استفاده میکنن، مشت، لگد، آرنجی داره، ولی بوکس غیر از این که با این چهاربند انگشت مشت بخوره فوله، اجازه نمیدن از آرنج استفاده کنی، از دست استفاده کنی، از پا استفاده کنی، فقط و فقط این چهاربند انگشت. این چهاربند انگشت میتونه به جا مشت بخوره و اون مشت صحیح است و امتیاز داره، غیر از این دیگه هیچ. این چهارچوب رو هم فقط میتونی بزنی، فقط این قسمت، به کتف نمیتونی مشت بزنی، به شونه نمیتونی مشت بزنی، به کمر نمیتونی مشت بزنی، پایین تر از شکم نمیتونی مشت بزنی. اینا رو وقتی که دیدن گفتن خب این که ورزش کم خطری است، که خیلی خطرش کم بود، خطر نداره اصلا ورزش، و بوکس رو اندازی شد. محمد علی کلی، من اولین بار ایشون رو در کووا دیدم، وقتی که برای بازی ها رفته بودیم در کووا، من آقای کلی اونجا دیدم و خیلی خیلی خوشحال بودن از اینکه بچه‌ها ایران از دوباره، فقط میدونستن که بوکس در ایران تعطیل بوده، بوکس در ایران راه اندازی، خیلی خیلی خوشحال بودن و بعد خیلی به من پیشنهاد دادن که چیکار بکنیم برای ترقی بوکس. خودشون هم قول دادن که بیان ایران و اومدن در ایران و من در خدمتشون بودم اینجا، خیلی محبت کردن، جای باشگاه ما رو دیدن که بتونیم راه اندازی بکنیم، کار بکنیم. کلن آقای کلی علاوه بر مقامشون در بوکس، از نظر اصول انسانی و معرفت واقعا یه قهرمان به نام هستش. خود نیروی انتظامی
خود نیروی انتظامی الان بیشتر وقتا وقتی که میبینن چند نفر دارن بوکس میکنن، مثلا تو باشگاه بوکس میکنن، میان ممانعت میکنن. برای چی؟ چه خبر آقا؟ ما مجوز داریم، ما میتونیم اصلا بوکس بازی کنیم. ولی خب یه عده ای ناآگاه هستن واقعا از اینکه بوکس واقعا حالا مجوز گرفته و میتونه کار بکنه. توی باشگاه کمتر، ولی تو بیرون مثلا الان همین ما توی محوطه پارک نزدیک منزل خودمون قبلا دستکش می‌بردن، من دوستاشم بچه‌ها. حالا وقتی یه دستکش می‌بریم اونجا، مثلا دو نفر دارن بوکس بازی می‌کنن، چند نفرم جمع میشن، فوری نیروی انتظامی آقا چه خبره؟ آقا جمع کنین دستکشا رو. نمی‌ذارن، ممانعت می‌کنن. احساس می‌کنم هنوز صدا و سیما به اون صورت خودش رو قانع نکرده که بوکس واقعا یه ورزشیش که باید را به همون استناد میکنن که گفتن بوکس حرام هستش. فکر میکنن تو فکرشون هست که هنوز بوکس حرامه، در حالی که بوکس یه ورزش کاملا فنی است. نه، دماغ من کاملا سالمه، از بچگی من بوکس کردم، چند تا از مسابقات جهانی هم رفتم، مسابقات آسیایی هم بودم، قهرمان آسیا هم هستم، ولی نه، نه دماغم شکسته، نه چشمم پاره شده، نه هیچ. ببینید، اسم بوکس خطرناکه، میترسن خانواده، ولی وقتی که یک دستکش 16 اونس اینقدر، یعنی 16 اونس اینقدر چیز هش داره، با هر ضربه‌ای، با هر قدرتی که تو هر جای صورت مش بخوره هیچ اتفاقی نمیفته. در مسابقات بین المللی هم که توی ایران که ما نداریم با 8 اونس هستن، ولی نهایتا در مسابقات المپیک و آسیایی هم دستکش 8 اونسه، باز نصف اونه. کوچکتر از 8 اونس هم دیگه ما دستکشی نداریم در بوکس، در حالی که توی کاراته و توی رشته های رزمی بدون دستکش یا گاهی اوقات با دستکش های کیسه، یعنی فقط یه پلاستیک، همدیگر رو میزنن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. از چهرهای شاخص بوکس اگر بخوایم الان نام ببریم، بهترینشون الان آقای آذرحزین هستش که از قهرمانای خوب، آقای منوچهر مقصودی هستن که هم مربی هم قهرمان خوبی بودن، ارز کنم که ویلهم یونانی هستش که از قهرمانای بسیار خوبمون بوده و خوب مربی خیلی خوبی هم هستش، و آقای کوچار هم مربی خوب و هم قهرمان خوبی بودن. اینا از نام‌آوران بوکس ما هستن. بدون رو درواسی میشه گفت کسانی که به بوکس واقعا ضربه زدن از عوامل خودی بودن، و بهترین کس و به خادمترین نفری که در بوکس بود آقای پتروس نظربگیان بود، شادروان پتروس نظربگیان بود، آقای حاج احمد ناطق نوری بود و آقای صادق علی اکبرزاده. حاج احمد ناطق نوری رو من آوردم توی بوکس، رفتم که حاج علی اکبر آقا رو بیارم، ایشون گفتن برادرم. حاج احمد آقا رو آوردیم توی بوکس، ایشون قبلا میگفتن که خودشونم بوکس یه مدتی کار کرده بودن، آوردیم توی بوکس و واقعا زحمت کشیدن، یعنی زحمتی کشیدن، نه که بیان بوکسرا رو بخوان تربیت کنن، مدیریت کردن. واقعا اون موقع بحرانی بوکس بود و تازه راه افتاده بود، هر مخالفم زیاد داشتیم که مرتب نامنگاری میکردن اینا. حاج احمد واقعا دفاع کردن خیلی خوب، دفاع کردن. 4-5 سال آخر مدیریت چون خیلی نقد بهشون میشد، حمله بهشون میشد، انتقادهای زیادی بهشون میکردن اواخر مدیریتشون. حاج احمد آقا این اواخر دیگه اون ضربه های مشتی که خورده بودن دیگه اثر گذاشته بود روشون، یواش یواش یه حالت فراموشی داشتن و
میگفتن دفتر خودشون رو نمیشناختن، میرفتن تو دفتر میشستن دوره آقای سعودی هم، اینجوری درسته؟ متاسفانه همینجوری بود، بله. ولی خب تا اونجایی که میتونست برای بوکس زحمت کشید، مایه گذاشت، از جونش مایه گذاشت و باید ازش ممنون باشیم با من. واقعا مرام بوکسرام یه جوری هست که حرمت پیشکسوت ها رو خیلی دارن. هنوز که هنوزه واقعا پیشکسوت ها قابل احترام هستن در بوکس. شاید تو بقیه رشته های ورزشی اینجور نباشه، ولی تو بوکس واقعا این حرمت ها حفظ شده تا امروز. به کدوم اقدام خودتون بیشتر از همه افتخار می‌کنید؟ راه اندازی بوکس. و بدون اغراق من و آقای منوچهر مقصودی واقعا حرف اول رو در راه اندازی بوکس داشتیم. خیلی کمک کردیم، خیلی زحمت کشیدیم تا بوکس راه بیفته. در مورد بوکس بانوان ما گفتید کنالتون چرا کار راه اندازی نشده؟ متاسفانه الان هیچ کدوم از ورزش بانوان ما هنوز اونجوری که باید و شاید جا نیفتادن. وای به حال اینکه بوکس یه ورزش انفرادی است و خشن هم هست، از نظر اینا میگن خشن هست بوکس، یه مقدار زود هنوز جا بیفته برای بانوان. و بعد خود خانوما هم زیاد داوطلب نیستن. چرا؟ برای اینکه اولین کاری که بوکس میکنه به ظاهرشون ممکنه لطمه بزنه، یعنی اولین کاری که اولین اثری که بوکس میذاره روی بینی است. اینا هم همه بینی ها رو دوست دارن عمل بکنن، بینی هاشون قشنگ باشه، رو بینی اول اثر میذاره. و متاسفانه به همین علت بوکس بانوان هنوز راهی رو طی نکرده. در علتش هم بیشتر همینه، خانم های ایرانی خیلی دوست دارن که ظاهر به ظاهرشون برسن. و بوکس هم متاسفانه اولین ضربه‌ای که میزنه روی بینیه و بینیه برای خانم ها خیلی مهم هستش. و اصولا بوکسور همشون بینیشون پهنه و نشسته و من در وهله اول از پدر و مادرهایی که من بچه هاشون رو دعوت میکنم بیان بوکس اصخایی میکنم، برای اینکه مسلمن اونا میدونم که رضایت آنچنانی ندارم پدر و مادرها بچهشون بیاد بوکسور بکنه. ولی خواهش میکنم از پدر و مادرهایی که میبینن بچهشون واقعا استعداد داره و میتونه کار بکنه در بوکس، اجازه بدن بچه‌شون بیاد و بدونن که بوکس واقعا ورزش خطرناکی نیست. اگر بخوایم حساب بکنیم فوتبال هم خطر داره، هر آن ممکنه یه لگد بخوره پای آدم بشکنه، ساق پا بشکنه. میگم من خودم شاید حدودا 27-28 سال در بوکس فعال بودم، بوکس کردم، ولی نه دماغم شکسته، نه ابروم پاره شده، نه چیزی. بازی‌های سنگینی هم کردم، هم در ارتش‌های جهان، هم در مسابقات جهانی، هم در المپیک بازی کردم، ولی هیچ صدمه‌ای نخوردم که جایی پاره شده باشه، ابروی شکافته شده باشه، یا اینکه بینی بشکنه. حتی بینی که دیگه عادی است. اینه که نگران نباشن که اگه بچه‌شون بیاد بوکس کار بکنه حتما آسیب می‌بینه. نه، بوکس چون با دستکش هستش، وقتی میگن بوکس همه فکر میکنن با دست خالیه بوکس میکنن، چون دستکش هست، دستکش 16 اونس یا حتی برای مسابقات بین‌المللی دستکش 8 اونس اجازه نمیده که به صورت آدم لطمه‌ای بخوره. اجازه بدن بچه‌شون بیاد و بدونن که بوکس ورزش کم خطر و قابل استفاده است در زندگی عادی برای آدم ها. منم تشکر میکنم از شما واقعا که خیلی کم گیر میاد الان در حال حاضر اصلا با بوکسرها بخوان تماس داشته باشن، با بوکسرها بخوان کار بکنن، چون که میگم میان یه ورزش خشن، اینا هم بوکسرن دیگه، یه همچین حالتی، یه همچین طرز فکری راجع ما ها دارن. من سپاسگزارم از شما واقعا که محبت کردید، منو خواستید اینجا و من تونستم به جوونا بگم واقعا که نه، بوکس ورزش کم خطری است. خطرش 100% مطمئن باشید از کاراته و کشتی کش و اینا، حتی از کشتی معمولی کمتره. و با رضایت کامل بچه‌شون اجازه بدن که بیاد بوکس کار بکنه و مطمئن باشن اگر در ایران حرفی برای گفتن داشته باشن، در ایران حرفی هم، یعنی عضو تیم ملی بشن، مطمئن بشن که تو آسیا حتما بهترین حرفا رو خواهند زد. تشکر میکنم از شما.